با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما دوستان عزیز. تا اینجای کار ما معادله ایکونال که نشون دهنده فاز یا همون ترافل تایم ما رو میتونیم از طریق این معادله به دست بیاریم صحبت کردیم و اومدیم اونو با استفاده از متد دایرکت اینتگریشن که با استفاده از روش های عددی مثل اویلر و رنگ کوتاه میاد معادله ایکونال رو حل میکنه و مسیرهای پرتار رو به دست میاره آشنا شدیم. در این قسمت اما میخوایم روش دیگری رو معرفی بکنیم برای حل معادله ایکونال که اگر به یاد داشته باشین روش سل متده. در این روش هدف ما اینه که بیاییم محیط پیچیده خودمونو به بخش های کوچکتر تقسیم بکنیم به طوری که توی هر بخش بتونیم محیطی ساده داشته باشیم تا بتونیم جوابهای تحلیلی در اون محیط به دست بیاریم. برای اینکه همچین اتفاقی بیفته لازمش اینه که معادله ایکونال رو اگر شما به یاد داشته باشین میدونین که معادله وابسته به سرعت صدا. برای همین منظور باید سرعت یک معادله از سرعت صدا داشته باشیم و با توجه به نوع سرعت صدایی که داریم روش حل مناسبمون رو انتخاب بکنیم. برای اینکه وارد جزئیات موضوع بشیم اول از شما میخوام که توجه شما رو به یک مقاله که توسط سورنی در مورد ری تریسینگ الگوریتم این 3 دایمنشنال لاترالی وارینگ لیرد استراکچرز موعد کرده جلب بکنم. در ابتدا آمده مروری داشته از معادله ایکونال و گفته که در این مقاله کپیتال تی مساوی از کپیتال تی ایکس جی مساوی از با تی که نشان دهنده زمانه. ایکس جی نشان دهنده مختصات مکانیه که حالا اگه جی ما یک باشه نشان دهنده در محور کارتزیان ایکس، اگه دو باشه ایگرگ و اگه سه باشه محور زد نشون میده در مختصات کارتزیان. در یک زمان ثابت این نشان دهنده جبهه‌های موج هستش که وقتی که تی تغییر بکنه نشون میده که جبهه‌های موج به چه نحوی دچار حرکت میشن. یکی از موارد پرکاربرد در حل معادله ایکونال اسلونس وکتور یا همون بردار پی هستش که بر جبهه های موج عموده و در واقع همون پرتوهای ما رو نشون میده و مقداری واحد داره. پی بردار پی مساوی است با گرادیان تی. در اینجا اومده در واقع مقاله رو جناب سورنی اومده برای مواد الاستیک ارائه داده که در مواد الاستیک ما در واقع برخلاف محیط‌های آبی و سیالات دو نوع موج داریم. وقتی که صدا منتشر میشه یک موج عرض موج برشی و یک موج کامپرشنال ویو یا موج طولی و عرضی داریم، در واقع یک موج عرضی و یک موج طولی داریم. کامپرشنال ویوز موجهایی هستند که در اونا حرکت ذرات عمود بر مسیر انتشاره، مثل امواج دریا. در امواج برشی اما اینجا به جایی ذرات در مسیر انتشار امواج خواهد بود. به همین دلیل به اینا میگن موج طولی یا برشی. تنها تفاوتی که این دوتا موج در معادله ایکونال با هم دیگه دارن اینه که در این دوتا معادلات سرعتی که در اینجا به کار گرفته میشه از معادلات متفاوتی به دست میاد. برای موج کامپرشنال به این نفع و برای موج برشی به این نفع سرعت صدا رو ما به دست میاریم در ماده. اما در اصل موضوع اگر بخوایم به صورت کلی صحبت بکنیم این دوتا با هم تفاوتی ندارن و این رویه که در اینجا ارائه شده رو ما میتونیم به راحتی در سیالات نیز به کار رو بگیریم. به این نفع که کلا میگیم گرادیان تی ضرب داخلی گرادیان تی مساوی است با 1 V 2. در اینجا وی نشان دهنده سرعت جبهه های موج یا سرعت انتشار امواج صوتی هستش که سرعت صدا در آب نشون میتونه بده.
نکته ای که باید در نظر داشته باشین اینه که قدر مطلق بردار کندی ما یا اسلونس مساوی است با 1/v. حالا بریم معادلاتمون رو در مورد مختصات تا اینجا در مختصات کارتزیان صحبت بکنیم. تا اینجا مطالبی که به شما گفتم تقریبا تکراری بودن. معادلاتی که در 3.1، 3.2 و 3.2' مشاهده میکنین معادلات تکراری هستن. در واقع معادلات رو من به شما نشون دادم و این معادلات بر حسب طول کمان نوشته شدن. یعنی بر حسب طول کمان نوشته شدن. اگه طول کمان در نقطه ای 2 باشه، x ما یه حالت یه مختصات دیگه داره و dx به ds حالا اینا رو به دست میاره و تب کمیت های مختلفی که نیاز داریم رو میتونیم به دست بیاریم بر حسب طول کمان. اما و بعد بگم که این همونطور که قبلا هم گفتم این معادلات یک معادلات initial value problem هستن که برای حل شما نیاز به شرایط اولیه داریم. این شرایط اولیه باید مختصات اول ما، جهت حرکت امواج صوتی یا اون پرتوها و زمان اولیه انتشار رو به ما داشته باشیم تا بتونیم به این معادلات رو حل بکنیم. این مطالب رو شما میدونین. تنها نکته که باید بگم اینه که جهت انتشار باید در معادله ایکونال سقط بکنه و به این نفع اگر بخوایم در مختصات کارتزیان رو بیان بکنیم دو تا زاویه داشته باشیم که یکیش نسبت به زاویه‌ای که در صفحه X و Z و دیگری زاویه‌ای که در صفحه X و Y خواهیم داشت رو نشون میده. سایز صفر برای مختصات صفحه X و Y که اکثرا در کارهایی که حالا ما انجام میدیم زاویه آزیموس صفر خواهد بود. نکته که حالا من میخوام توجه شما رو جلب بکنم اینه که ما میتونیم معادلات مسیر پرتوها یا رهگیری پرتوها رو بر حسب هر کمیتی که به صورت مونوتیکالی در طول پرتو افزایش پیدا میکنه بنویسیم. یعنی حتما نیازی نیست که معادلاتمون رو بر حسب طول کمان بنویسیم. یکی از کمیت‌هایی که به این صورت در طول پرتو افزایش پیدا می‌کنه زمان انتشار امواجه و ما می‌تونیم معادلاتمون رو بر حسب زمان انتشار امواج به این شکل در معادله 3.7 مشاهده می‌کنیم بنویسیم. اما تنها کمیتی که ما می‌تونیم بنویسیم یعنی بست بدیم همین زمان انتشار نیست، بلکه به صورت جنرال می‌تونیم از یک استپ سایز هایی که اسکیل شده طول کمان هستن هم استفاده بکنیم. اگر بخوایم همچین کاری بکنیم معادلات ما به این صورت در 3.8، 3.9 و 3.9' مشاهده میشن که این استپ سایز ما رو نشون میده که کمیت معادلاتمون رو میخوایم بر حسب اون کمیت بنویسیم و در اینجا میتونیم ببینیم که معادلات ما چه حالتی پیدا میکنن. چرا ما میخواییم اصلا در مورد این موضوع صحبت بکنیم؟ دلیلی که داره اینه که هر کدوم از فرمهایی که در اینجا مشاهده میکنین ممکنه در حل ما یک سادگی ایجاد بکنه و ما معادلات ساده تری برای حل داشته باشیم، مخصوصا وقتی که بخوایم از روشهای تحلیلی در حل معادلات رهگیری پرتو استفاده بکنیم. در اینجا میتونین ببینین که حالا یکی از معادلاتی که خیلی کاربرد داره در حل عددی و جوابهای سادهی به ما میده وقتی که n ما در این معادلات مساوی 2 باشه. اگر ما n رو در این معادلات 2 در نظر بگیریم معادلات ما به صورت زیر در میان که کار ما رو بسیار ساده تر میکنه. و به این حالت اصولا چرا میگیم این حالت مزیت داره؟ مزیتش اینه که دیگه سرعت خودش اینجا ضرب نشده. یعنی توی معادلات قبلی شما علاوه بر مشتقی که از سرعت می گرفتین خود سرعت هم توی معادلات
مشاهده میکردین که میتونست باعث پیچیدگی کار ما بشه. یعنی اینجا میبینین میتونست باعث پیچیدگی کار ما بشه. اما در اینجا این حالت وجود نداره و در تمامی ترما میتونیم ببینیم که ما این میدونیم که یک روی وی میشه اسلونس، یعنی بردار کندی. میتونیم حالا وقتی که به توان دو میرسه بهش میگیم درجه دوم، کوادراتیک اسلونس. کوادراتیک اسلونس در این همه این ترم ها وجود داره و کار ما رو ساده میکنه. یکی دیگه از معادلات که کاربرد داره، در واقع ما باید بگیم که معادلات رهگیری پرتو در واقع یک معادله درجه دو اودی هستش که ما اومدیم اینو به دو تا معادله درجه اول تبدیل کردیم. در کارهای تحلیلی، در حل‌های تحلیلی، فرم اصلی اون ممکنه کارآمدتر از فرم‌های درجه اول اون باشه. در اینجا میتونین حالا به صورت جنرال بر حسب انهای مختلف ببینین که معادله اصلی درجه دوم اودی ما به چه فرمی خواهد بود و شرایط مرزی که این شرایط اولیه که باید برای اون در نظر بگیریم و در اینجا مشاهده میکنیم. در اینجا در مقاله اومده در مورد محلهای مرزهای مسئله صحبت کرده که حالا این مرزها میتونن بستر، سطح یا حتی لایه‌های مختلف سیال باشن. در مورد ما به وفور در موردش صحبت کردیم. برای اینکه بخوایم اینا رو به دست بیاریم این معادلاتو، فقط بگم که از دو تا اصل استفاده میکنیم: اصل پیوستگی فشار در مرزها و اصل پیوستگی جابجایی در مرزها. و با استفاده از قانون استل میتونیم زاویه های انتشار، زاویه عبوری و زاویه پرتوی منعکس شده رو به دست بیاریم. از این قسمت ما عبور میکنیم تا به بحث اصلیمون بپردازیم. همونطور که گفتیم حل معادلات رهگیری پرتو اینیشیال ولیو پرابلم هستن که اینجا گفت بهشون میگیم اینیشیال ولیو ری تریسینگ، یعنی رهگیری پرتو با استفاده از مقادیر اولیه. در مورد روش های عددی در جلسات قبلی صحبت کردیم. تنها نکته ای که من به نظرم مفید رسید اینه که به شما بگم که برای اینکه بخواید دقت کارتون رو بسنجین میتونین از این معادله استفاده بکنین که اختلاف ضرب دوتا اسلونس وکتور منهای یک روی وی دو باید از مقدار خاصی کمتر باشه تا دقت ما افزایش پیدا بکنه، دقت لازم رو داشته باشه. اما بریم سراغ حل تحلیلی رهگیری پرتوها. حالت‌های مختلفی ما داریم و برای هر کدوم از حالت‌ها باید بیاییم معادلاتمون رو به نحو که کارآمدتر باشن تبدیل بکنیم. یعنی انهای مختلفی در نظر می‌گیریم تا معادله ساده‌تری برای حل تحلیلی داشته باشیم با توجه به نوع سرعت صدا و نوع محیطی که داریم. در اینجا میام پرکاربردترین محیط‌ها رو درباره‌اش صحبت می‌کنیم. یکی از محیط‌های کاربرد محیط‌های همگن هستن. توی محیط‌های همگن ما بهتره وی ما ثابته و ما معادلاتی که استفاده می‌کنیم معادلات 3-2 هستند که بر حسب طول کمان پرتو نوشته شدن، یعنی در واقع اینو مساویه با اگر اشتباه نکنم مساویه 1 در نظر گرفتن تا تونست اگر اینو مساوی 1 در نظر بگیریم بر حسب طول کمان میشه، اگر اینو مساوی 0 در نظر بگیریم بر حسب بردار زمان میایم معادلاتمون رو مینویسیم. در اینجا ببینید مشاهده بکنین برای اینکه شما بهتر درک بکنین. این معادلات 3-1 و 3-2 هستن که اینجا ببینین 1 روی n، در واقع در معادله جنرالش رو میگم، روند 1 روی v تقسیم بر روند xi. اینجا این n میاد روی v قرار میگیره و همینطور که میبینین 1 در معادلات ما.
پس گفتیم که اگر محیط ما همگن باشه بهتره که ما بیایم از n1 در معادلاتمون استفاده بکنیم که معادلاتمون بر حسب طول کمان به دست میان و به حل معادلات بپردازیم که جوابهای ما به صورت خیلی ساده طبق زیرن. این روش یکی از ساده ترین روش های، یعنی ما میتونیم حتی فرضاً در نظر بگیریم در حلمون، حل خیلی فرض خیلی پرکاربردی هم هست که در لرزه نگاری خیلی کاربرد داره، مثل اینکه همچین فرضی. از موارد دیگه اینه که کانستانت معادله یک روی وی دو ما حالت خطی داشته باشه، یعنی اسلونس بردار اسلونس ما یه حالت خطی داشته باشه. اگر همچین حالتی داشته باشه ما بهتره که از N2 استفاده بکنیم. در این حالت یعنی معادلاتمون رو بر حسب N2 می‌نویسیم و جواب‌هایی که به دست میاریم به فرم زیر خواهم بودش. همونطور که قبلا گفتم N2 یکی از پرکاربردترین و از جمله پرکاربردترین ساده‌ترین جواب‌های ما رو به دست میده و جواب‌های دقیقی هم میده. جواب‌های ما دقیقه، مزیتش اینه. این ضرایب آ صرف، آ یک، آ دو، آ سه هم از طریق فیت کردن در نرم افزارهای حالا مختلف مثل متماتیکا مطلب به راحتی به دست میان. حالا در اینجا اومده حالت جنرال ترش رو بیان کرده، گفته که کلا اگه کوادراتیک اسلونس ما به صورت یک چند جمله ای باشه ما میتونیم از همچین معادلاتی برای حل معادلات رهگیری پرتو استفاده بکنیم که حالا فرم خیلی طولانی داره و ما از اینا میگذرم و میخوام به فرم اصلی که اینجا هم حالت جنرال ترش رو گفته. این اگه این باشه بتونیم بر اساس این بنویسیم از این معادلات استفاده میشه. اما حالت مد نظر اصلی که من دارم اینه که اگر به یاد داشته باشین ما برای اینکه سرعت صدا رو توی عمق پروفیل سرعت صدا در عمق به دست بیاریم از درونیابی خطی استفاده کردیم. به عبارتی سرعت صدا در عمق ما یک معادله خطی داره و گرادیان سرعت صدا در عمق برابر این ثابت خواهد بود، اما ممکنه در بعضی جا این گرادیان تغییر پیدا بکنه. به همین منظور ما محیط رو به مستطیل های تقسیم می کنیم که در هر مستطیل این گرادیان سرعت صدا ثابت باشه. وقتی که این کار انجام بدیم به راحتی می تونیم از N1 استفاده کنیم، یعنی معادلاتمون رو بر حسب N1 می نویسیم. وقتی که بر حسب N1 می نویسیم معادلاتمون، ببخشید، بر حسب N-1 می نویسیم معادلاتمون رو. من اشتباه کردم، عذر می خوام. معادله سرعت صدای ما همچین فرمی داره، در هر بلوک از n مساوی منفی 1 استفاده میکنیم که میتونیم این کمیتش رو کسی نام گذاشته در اینجا و حل ما به این فرم در میاد. یعنی جوابهایی که از این طریق دست میاریم به این فرم همچین فرمی خواهن داشتش و جوابهای تحلیلی خواهن بود که میتونه پایه‌ای باشه برای چک کردن سایر روش‌ها و جوابهای دیگری که ما از روش‌های مختلف به دست میاریم. در اینجا مشاهده کردن که وقتی که سرعت صدا یک معادله خطی داشته باشه پرتوهای ما در واقع حالت دایره مانند دارن. من الان به شما در اینجا تصویرش رو نشون میدم. به صورت کمانهایی از دایره خواهم بود. اگر حالتی که کوادراتیک اسلونس ما یک روی وی دو حالت اولی که گفتیم که از حالتهای پرکاربرد ما کوادراتیک اسلونس ما ثابت باشه، یعنی به این فرم باشه، جوابهای ما به صورت بیزی مانند خواهم بود. بیزی مانند خواهم بود که حالا میان از روش اندولینیر استفاده میکنن. این روش رو میتونین در کتاب کامپوتیشنال اوشن آکوستیک هم مشاهده بکنین.
در اینجا فقط به شما بگم که ناکنین اومده سلولا رو به صورت مستطیل در مثلث در نظر گرفته. چرا؟ برای اینکه اینجا دیده که باید برای اینکه همچین حالتی داشته باشیم محیط ما به صورت مثلث تقسیم بشه. ممکنه از انواع شکل‌های مختلف استفاده بشه. در حالت سه‌بعدی حالا ممکنه شکل ما به صورت مکعب باشه، به صورت هرم باشه و یا انواع شکل‌های دیگه. بریم سراغ این روش سیلینیر به صورت دقیق‌تر بررسی بکنیم. اگر یک وقتی سرعت صدای ما علاوه بر اینکه در عمق دچار تغییرات میشد به صورت خطی، در طول هم دچار همچین تغییراتی میشد، به ما میخواستیم یک استراتیفاید نبودش، یعنی رنج ایندیپندنت رنج دیپندنت بود، وابستگی به مسافت هم داشت، بعد چیکار بکنیم؟ میایم از چرخش محور مختصات استفاده میکنیم، یعنی یک مختصات جدید استفاده میکنیم که دچار چرخش شده. این موضوع این مزیت رو به ما میده که معادله ما از این حالت تبدیل میشه به حالت اول، حالا در مختصات جدید، و ما میتونیم معادلات جواب ها رو به صورت ساده تری به دست بیاریم. در حالتی که مدل ما رنج ایندیپندنت هستش، یعنی در مسافت تغییری نداره، عدم و مستقل از مسافته، معادل های راهگیری پرتو باید همچین حالتی داشته باشن. یعنی مسافت ما در تا وابسته عمق، یعنی در هر عمق میگه که مسافت ما میگیم در هر عمق چه مسافتی خواهیم داشت. در اینجا اومده تغییر دی زد رو به دی سی تغییر داده، معادلاتمون رو تغییر دادیم، چون ما سی رو داریم و راحت به راحتی میتونیم جواب این انتگرال رو به دست بیاریم که همچین فرمی خواهد داشت. در اینجا اثبات کرده که این حالت باعث میشه که نشان دهنده یک معادله دایره خواهد بود به شای آر دو که در اینجا مشاهده میکنین. جی رو ما اومدیم از درونیابی بخشید از فیت کردن تابه از فیت کردن از تابه سرعت صدا به دست میاریم. حالا ما فیت باید بکنیم یه نموداری رو به دادامون، جی رو به دست بیاریم و آ رو اما باید بیایم از طریق شرایط اولیه و با کمک قانون اسنل به دست بیاریم تا بتونیم جوابهای خودمون رو به راحتی به دست بیاریم. آ رو چجوری به دست میاره؟ آ میگه که برابر با کوسینوس تتا صفر تقسیم بر سی زد صفر، یعنی برای هر پرتو با استفاده از هر زاویه اولیه انتشاری که داره یک آی مختلف داریم و برای پرتوهای مختلف آی مختلف خواهیم داشت. از این معادله آ رو به دست میاریم، به راحتی میتونیم سایر موارد رو به دست بیاریم. در مورد و در اینجا هم فرمول به دست آوردن فاز یا همون زمان انتشار امواج رو مشاهده میکنیم. نکته که وجود داره این معادله برای هر قسمت از برای قسمتی کاربرد داره، تا وقتی کاربرد داره که ما به ترنینگ پوینت نرسیدیم. وقتی که به ترنینگ پوینت رسیدیم این معادله 3203 رو باید برای هر قسمت به طور جداگانه به کار بگیریم تا بتونیم زمان انتشار رو به دست بیاریم. یکی دیگر از مسائلی که مطرحه اینه که بهتره که ما سرعت صدا رو جوری در نظر بگیریم که در مرزها دچار پیوستگی باشه، سرعت صدا گسسته از هم نباشه، کارمون دچار مشکل نشه، سخت‌تر نباشه. و جواب ما به طور کلی میشه اتصال، مثلا فکر کن اتصال جوابهای قسمت‌های هر بخش رو میاییم در کنار هم دیگه قرار میدیم تا بتونیم جواب کلی راهگیری پرتو رو به دست بیاریم. انشالله در ارائه هفته بعدی به طور عملی معادلات رو به کار میگیریم تا شما دوستان عزیز به درک عمیق‌تری از این مسائل برسید. ممنونم از شما.